داد هی بیداد دردم زود سوا هی داد هی بیداد دردم زود سوا شولان علی من سیروان بی آوا شولان علی من سیروان بی آوا ای لیلی لیلی آفرین سوال خیلی خصوصی در دل من بوده تا این جویش نیت الان وقتی که ایمر رادیو کردن درست کردیم نه هدف یک ما نیه بیکی من بتانیم من جای بوی من اره شاعریل و عدیبیل و هنرمندیل و کردخور بو خصوص مردم ایلان ورد مثلا کاک عباسی آرام تماس کردی خیلی راحت قصه که ولی بعد طیف جوان وقتی که قصه کید مشکل داره نره قصه کردن در صورتی که ایمه نه کار سیاسی خواستیم بکنیم نه کاری با مسائل سیاسی و قدرت دیدیم ایمه کار فرهنگی که ایمه علت کسه که طیف جوانی که باید خیلی خوشحال بون خیلی رغبت داشتون که مصاحبه وردیان بود شعره لیان چه در طرف تلویزیون پخش تلویزیونی رادیو کردانه چه در طریق سایت رادیو کردانه در دسترس دیگران قرار بگیرین مشکل دیدین و رغبت دارین این مشکل در چند نهفته بیه آیا در مسئله کمبینی خود کمبینی طیف جوان و کرد و خوار و ایلامه یا این مشکلات تر وجود داره که جنابت که سالهای سال دست پنجه نرم کردی وردن مسائل ادبی و مسائل و مشکلات مملکت زانی نظر تو چه صده ای رابطه؟ حالا من نوعاً در جریان نحوه دعوتیلتان یا ارتباطاتتان چون نیم شاید تحلیل ای اتفاق رام سخت بود اما پیش بینیم در عدم و صحنه هاتن نسل جوان اره جستجوی هویت و سرنوشت و ابراز علاقه کردن و ابراز نظر کردن یا با وسیله یک رسانه که خارج از کشور مدیریت دو شد چنگ در علت داشتو یکی در علتی لیسته که اصولا در داخل تنگ نظری وجود داره در جهت و خاطر ارتباط وارد رسانه به خارج از کشور معمولا و نگاه تردید و سوء ظن نورن و تمام رسانه گرچه بعضی در سیاست مداره داخل کشور سعی کردن در محیط فرهنگی زینفوزیان این سوء تفتزنه که ناشی در توهمه برطرف بکن که هر رسانه که در خارج از کشور فعالیت که دلیل نرید که مثلا توطئه گر بود یا قصد تخریب داشت اما این ترس و حزم و احتیاط به شکل بیماری مزمنی در مدیریت فرهنگی کشور وجود داره و هر حال چون که رسانه در واقع منتقد و مخالف بعضن هم رادیکال و تندرو در خارج از کشور مستقرن به هر حال مجموعاً در هم تفکیک کردن آن و اثبات اینکه یه هسته یه نیه سخته ولذا شاید یکی در علت دیسته که جوانل معمولاً ترسن که سرنوشت آن دوچار مخاطره بود و خاطر گفتگوی خیلی معمولی ورد یک شبکش که کما اینکه سیاسیون و گردن کلفتلی که بسیار صاحب نفوذ هم هستن و محض مصاحبه ورد یک شبکه تلویزیونی خارج از کشور دوچار محدودیت شدید بود بنابراین یک جوان اینقدر توقع نیه که اعتماد بکه و راحتی گفتگو بگه دوم این که خواهد اشاره کردی بله متاسفانه فاصله گرفتن ده هویت کردی به خصوص کردی فعلی در منطقه ایلام موجود داری ساده ترین مثال با قول معروف استقرایی یا آزمایشگاهی است که تقریبا اغلب خانواده الورده به شیلی هم فارسی صحبت کرد یعنی وارد خوان گپی دان وارد یک کردی قصه کن ولی وارد بچه فارسی قصه کن و یه تقریبا دلیل بسیار رایج و شایعه که خوازن در گذشته خوان فرار بکن خوازن نسل بعد از خوان و سرنوشت خوان مبتلا نو شاید احساس کن بخش در عقب ماندگیان محصول پای فشاری یا ثبات
در واقع زبانی و قومی و در واقع هویتیه و در نتیجه اره همرنگ بیان وارد محیط، اره در واقع پیشرفت سریعتر، اره رفع احیانا لهجه‌ای که شاید باعث تو که خیلی در موفقیت بعدی تحت شعاع قرار بگیری، در ابتدا سعی کن در یک مسیری قرار بگیرن که حل و هضم بودن در یک شرایط جدید و قومیت جدید و فضای جدید و لذا این ترسه که نه این احتیاطش وجود داری در مجموع شاید علتی لبود. اما احساس کنم اگر کار عظیم انجام بود شبیه به و این هویت که الان کرد شمال گرته از روز و روز دیده پیشرفت که در بین کردیل کلهور، کردیل فعلی، اون منطقه خمانه که حداقل فکر بکنم بالغ بر 6-7 میلیون ها رو شاید بیشتر بود سر شماری کردن یا نکردن وجود دارن، یعنی شب مفاخر خواهم بشناسن، رجال فرهنگی سیاسی گذشته خواهم بشناسن، تاریخی هم بشناسن، اگر یه اتفاقات بکفه شاید زمینه را افتخار کردن و همکاری کردن فراهم. کاک عبدالجبار، جناب در شب شعرل ایلام شرکت کردیدن، اگر بخوازیم در نسل جوان شاعر ایلامی چند نفر نام بوی من که بیشیم واقعا الان کار جدیدی انجام دانه، کاری که تا من کسی انجام ناگه، کی تانیم نام بوی من و شعرلی تانیم مثلا بیشیم مثلا چه شعرلی دیری و چه خاصیتی دیری که شعرلی مثلا نسبت شعرل دیگران برتره؟ خوشبختانه ایلام فکر کنم حدود 1 دهه شاید هم بیشتر نزدیک 15 ساله که تبدیل به یکی در قطبه مؤثر در حوزه شعر در واقع کلاسیک ایران، یعنی شعر مبتنی بر غزل و رباعی و دوبیتی در حوزه شعر سپید و آزادم در ایلام کار دو، اما شاخص ایلام غزله و چهره بسیار قابل اعتنای جوره ظاهر سارایی، بهروز یاسمی، جلیل سفربگی، محمد رضا رستم‌پور، عرض کنم خدمتت که یعقوبی. خوشبختانه ایلام فکر کنم حدود 1 دهه شاید هم بیشتر نزدیک 15 ساله که تبدیل به یکی در قطبه مؤثر در حوزه شعر در واقع کلاسیک ایران، یعنی شعر مبتنی بر غزل و رباعی و دوبیتی در حوزه شعر سپید و آزادم در ایلام کار دو، اما شاخص ایلام غزله و چهره بسیار قابل اعتنای جوره ظاهر سارایی، بهروز یاسمی، جلیل سفربگی، محمد رضا رستم‌پور، عرض کنم خدمتت که یعقوبیان، آفاق شوهانی و حالا کسیل تریش در شهریل خارج از ایلام جد دهلوران در شهر وجود دارن، در مجموع فکرم یه رقمی بالغ بر 50 شاعر قابل اعتنا، نه در سطح استان بلکه بعضا در سطح کشور دیریم این که بعضی اسمیلیان جد اسم آقای سفربگی و آقای بهروز یاسمی یا آقای ظاهر سارایی اصلا قابل انکار نیه نره شعر معاصر ایران، بنابراین این فضای قابل احترام میگه نسبت به استانیل مجاورمان با نظر سهم ایلام حداقل در استانیل مجاور در شرایط فعلی بیشتره و این استعداده که باید در زبان کردی کلهوری برش یاد در زبان فارسی رش یاد و خواهی نشان داگه نشان دید انرژی بسیار قویه که به هر حال در زبان فارسی که زبان اصلیانیه وقتی خواهد نشان دانه و این هوشیاری و این نبوغ و این گستردگیه قطعا اگر در جهت زبان کلهوری و خماندیات ها طبیعتا شاهد در واقع کشف استعداده بسیار قابل اعتنایی بیمن. همین قدر هم که قدر ادبیات ایلام شناخته شده بیه چهره صاحب نامیان و در مجامع هم کشوری هم خارج از کشور شرکت کن قابل اعتناست. به سفری که در ایلام داشته من
شعر کردی خوبی خوانستن، شعر فارسی خوبی اج نفتم. بچه‌ای که کار پژوهش ادبی انجام دین جورا آقای ظاهر سارایی، بهروز سپیدنامه، آقای حبیب الله بخشوده، و کسی که باز در خارج از ایلام ساکنم، آقای سیروس اسدی دوستانه تر. در مجموع احساس کن ایلام یک تجدید حیات ادبی در سال 70 و بعد داشته، به خصوص نقطه عطف سال 70 که اولین کنگره بزرگ سراسری کشوری در ایلام برگزار بی و خیلی در شاعران کشور جمع بین در ایلام و کشاعران محلی شاعران فارس زباناتن. ایلام و نظرم در اون سال اوج گرد و در سال 70 دوران بالندگی خواهی تهی کرده گرد. الانش فکرم غریب و حتی اقل 40-50 مجموعه شعر بچه ایلام چاپ کرده است. کاک عبدالجبار، در طرف خوام و بینریل و گوشگریل عزیز رادیو کردانه در سراسر دنیا تشکر داد کم که گرچه که خیلی کپیایی تو شکت بید بعد از کنگره آخرین روز در واقع جشنواره گلاویش، این لطف کردی تو در این مصاحبه وردی من شرکت کردید. آخرین سوالم یسته که جنابت که کنگره دید، جنابت که مردم دید، جنابت که شاعرین مختلف در کشورین مختلف دنیا هاتین و زمانه مختلف شعر دوتن و ترجمهان دکردن دید، در این شرایط که الان نیشتید اره مردم کرد خوار، کرد فعلی و قولتو و قولم کرد کلبار یا گورانی، چه آرزوی دیدید و چه پیشنهاد دیدید و خود چه خواهی انجام بید در آینده اره مردم؟ یکی در آرزوی میسته که مسئولیتی داشته در حد خدمت رسانی و نخستین کنگره شعر کلهوری که بچه‌ای کرد در واقع جنوب، کرد جنوب جمع بودن در سراسر کشور، این امکانه که الان اره شاعرین در سلیمانیه ایجاد بی فضای باز در واقع بدون حذف، بدون در کنار ناین، این محیط بود خود ایرانش بود، در شهر ایلامش بود که بچنم در واقع مسئولیتی داشته و حتی خدمت رسانی بکم و با کمال میل و افتخاری کار انجام بیم. آرزویی که من امرو واقعا این دو سه روزه که در این کنگره شرکت کردم بارها در ذهنم گذشت. ایشالله این فرصت فراهم بود، این همت آغاز بود و این وضعیت وجود بیای که بچهلش کرد جنوبی هم به هر حال توانایی و استعداد خویان در قالب همایش ایجوری که به هر حال مدوند و یک شعاری که به نظر من راهبرد فکری، شعاری کنگره هم شعار بسیار جذابی بی، یعنی آزادی عقل باعث خلاقیت چشته که این من در واقع و شکل معکوسی بسیار تجربه کردیم و بسیاریش تلخ رمان بیست که هر جا عقل مقید بیه و رفتاری رادیکالی و تندرو و پارادوکسیال، عقل دچار توحش بیه و دچار رفتاری بیه که به هر حال دور دشن بیه و خلاقیت و صفر رسیه. لذا امیدوارم که این سعی صدر اینقدر زیاد بود که و عقل میدان جولان بین و خلاقیت بروز بکه در شهر خمان، در منطقه خمان، شاهد برگزاری کنگره بین المللی کردی